امروز میخوایم بریم سراغ یک ترفند جالب. یک زمانی هستش که شما عکاسی میکنید و آسمون ندارید داخل تصویرتون، میخوایم یه آسمون جایگزین کنیم. سلام عرض میکنم خدمت دوستای خوبم، من میثم خادم‌پور هستم. به یکی دیگه از آموزش های فتوشاپ خوش اومدید. اولین آموزش فتوشاپمون در سال 98 هستش. سال جدیدم بهتون تبریک میگم، قبلا تبریک رو گفته بودیم، یه بار دیگه تبریک میگم بهتون و امیدوارم که سال پربار و خوبی داشته باشید. خب دوستای خوبم، همونطور که میبینید من یک عکس داخل کامپیوترم باز کردم، داخل دستگاهم باز کردم، داخل نرم‌افزار فتوشاپ و این عکس توی شرایط عکاسی شده که آسمون من ابری هستش و من آسمون و ابرها رو ندارم. خب یه زمانی هستش که شما زمانی که دارید عکاسی میکنید شرایط آب و هوایی خوب نیستش و بعد از اینکه میاید حالا میخواید ادیتش رو انجام بدید به این نتیجه میرسید که خب این آسمون باید باشه و خب خیلی میتونه عکستون رو جذابتر بکنه. توی این ترفند میخوام اینو بهتون بگم که چجوری حالا یک عکسی مثل این عکس که توی یک شرایط دیگه عکاسی شده و جای دیگه هم هستش بیاییم داخل این عکسمون قرار بدیم و آسمونش رو جایگزین کنیم. البته این نکته رو بهتون بگم که خیلی با این قضیه مخالفن و میگن که نباید این کار رو انجام بدیم، توی عکاسی طبیعت نباید چیزی رو دست بزنیم، ولی من دارم بهتون میگم که یک ترفند شما میتونید جاهای دیگه ازش استفاده بکنید. من فقط میخوام روشش رو بهتون یاد بدم. البته یه نکته هم هستش که خیلی از عکاسای دنیا، عکاسای بزرگ دنیا از این ترفند استفاده میکنن و این کارا رو انجام میدن. یعنی میان یه سری آسمون ها، سنگ ها، نمیدونم، خیلی چیزا توی طبیعت رو جایگزین میکنن و میگن نه، ابی نداره، هر چی که جذاب تر بشه بهتره. خب روش کارمون به این صورته که این عکسو میگیریم، درگ میکنیم، میندازیم داخل تصویرمون و دقیقاً به این شکل من جایگزینش میکنم. الان نمیتونم محدودش رو تشخیص بدم که دقیقاً کجا هستش، فقط کافیه که مقدار اپاسیتی رو کم بکنم. میبینید دیگه وقتی اپاسیتی کم بشه کاملا شما میتونید جایگاه رو براش مشخص بکنید. خب اپاسیتی برگردونیم. ببینید دوستان خوبم، از روش‌های خیلی زیادی میشه استفاده کرد و به قول گفتن این آسمون خالی رو سلکت کرد، ولی ترفندی که من میخوام در موردش صحبت بکنم استفاده کردن از یک کنترل پنل خیلی فوق‌العاده تو نرم‌افزار فتوشاپ هستش که خیلی راحت میتونید فعالش بکنید به اسم لی استایل و داخل لی استایل قسمتی هست به اسم بلندیف، از فرمان بلندیف استفاده بکنید برای اینکه جایگزین کنه. حالا بهتون میگم چجوری اینو آوردم. فقط چیزی که هستش اینه که ممکنه که الان بگید خب این اصلا کجا اومد، بلندیف چی هست و چجوری کار میکنه. تو آموزش‌های قبلی تو پیجم در موردش صحبت کردم و میتونید مراجعه بکنید و اگه میخواید تخصصی تر یاد بگیرید میتونید از پکیج آموزشی مقدماتی استفاده بکنید. داخل اون پکیج من در مورد بلندیف خیلی صحبت کردم. خب عکسمون رو گذاشتیم و توی فضای خالی لایه هم دقیقاً اینجا دوبار کلیک میکنم و پنجره لی استایل برای من باز میشه. در قسمت پایین دقیقاً این قسمت ما گزینه‌ای داریم به اسم بلندیف که در 4 حالت میتونه کار بکنه: گری، رد، گرین و بلو، که ما با گری داریم کار میکنیم. و میریم سراغ بخشی که من میتونم حالا بیام بهش دستور بدم یک سری فضاهای تیره یا روشن رو از تصویر من حذف کنم. برای اینکه بهتر ببینید من اینو اینجا قرار میدم و میرم سراغ لاین پایین. دو تا زبانه داریم، زبانه ای هستش که برای هایلایت ها، زبانه ای هستش که برای مناطق تیره و شادو هستش. اگه زبانه تیره رو به سمت جلو هدایت بکنیم شما میبینید که مناطق روشن از عکس پایین من به هیچ عنوان نمایان نمیشه و فقط مناطق تیره از لایه پایین من مشخص میشه. یعنی زمانی که شما دارید این کار رو انجام میدید و دارید فیلتر میکنید، داریم این فرمان رو به فتوشاپ میدیم، میگیم که قسمت‌های تاریک، قسمت‌های تیره بیان تو لایه بالا قرار بگیرن ولی قسمت‌های روشن تو لایه بالا قرار نگیرن یا نمایان نشن. یه جورایی ماسک کردنه، شبیه ماسک میمونه. این زمانه وقتی به سمت جلو هدایت میکنیم فضاهای تاریک لایه پایین که اون بنای تاریخی ما هستش خودشو نشون میده و فضاهای روشن که حالا داره دیگه، فضاهای روشن هم لایه پایین داره ولی اونا رو نشون نمیده و اینجوری میتونیم خیلی راحت اون آسمونمون رو
جایگزین کنید. داریم تو فضاهای روشنش کار میکنید دیگه. اما این وسط اتفاقی که میفته اینه که خب خیلی همه چی به صورت بیکیفیت و دنده دنده داره ترکیب میشه. میبینید که با گوشه های خیلی تیز پیکسل پیکسل داره ترکیب میشه. برای اینکه این اتفاق برطرف بشه و این مشکل حل بشه، فقط کافیه که شما دگمه آلت رو بگیرید و این زبانه رو به دو قسمت تقسیم بکنید. میبینید دیگه وقتی که به دو قسمت تقسیم میکنیم میره تو حالت گرادینت قرار میگیره و نرم میکنه، یعنی این فرایند فیلتر شدن رو نرم میکنه. که حالا میتونیم مثلا اینو اینجوری بکشیم، بذاریم من اینو برگردونم یک بار دیگه این کار انجام بدم. تا اینجا میام جلو، این خوبه و بعد به این صورت این گرادینت رو ایجاد میکنم داخلش و اوکی. و حالا میتونم یه مقدار بزرگترش هم بکنم، یعنی این لایه هم یه مقدار بزرگتر بشه بهتره به این صورت و خب جایگزین شد. خب حالا تصویر ما ترکیب شد و میبینید اگه یه مقدارم حالا نمیخونه، هم سازگاری نداره با تصویر پایینون به خاطر اینکه باز نور رنگ درست بشه که حالا در آموزش بعدی در موردش صحبت میکنیم، ولی میتونیم از اوپاسیتی هم استفاده بکنیم، این مقدار اوپاسیتیش رو کم و زیاد بکنیم. اگه غلظت رنگیش زیاد بود از اوپاسیتی استفاده بکنید برای اینکه غلظت رنگیش کمتر بشه. اما نکته مهمی که اینجا وجود داره اینه که یک سری قسمت ها مثل این بخش ها و همینطور اینجا دچار مشکل شدن و باید اینا رو اصلاح بکنیم، که روشش هم خیلی ساده است. کافیه که برای این لایه‌تون یه دونه ماسک بسازید، یک ماسک معمولی سفید، و اون قسمت‌هایی که می‌خواید تاثیر نذاره رو با رنگ مشکی شروع بکنید به پر کردن. اینا رو باز زیاد کنم. ببینید میگم بهش که این قسمت ها تاثیر نذار، ولی تو این قضیه این کار رو باید خیلی دقیق انجام بدید که این لبه های سفیدی که الان به وجود اومده به وجود نیاد. دارم بهش میگم این قسمت رو تاثیر نذار، و اگه جای دیگه ای دیدم داخل تصویرم باز بهش میگم که روی این قسمت رو تاثیر نذار. حتی یه کار دیگه هم میشه کردش، میتونید این قسمت رو کاملا بگیرید، این قسمت پایینی که اصلا نیاز نداریم بهش، و رنگ مشکی داخلش تخلیه بکنیم که اگه احیانا این قسمت ها هم تاثیر گذاشته بود دیگه تاثیرش از بین بره. به همین راحتی اومدیم یک آسمون رو جایگزین کردیم توی فضای خاکستری تصویرمون. خب ابر بوده، همه چی خاکستری شده و حالا ما دوست داشتیم که این عکس رو به این شکل در بره. امیدوارم از این آموزش لذت برده باشید. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.